ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی، ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی، چیزی به یار مانی از یار ما چه دیدی؟ خندان و تازه رویی، سرسبز و مشک بویی، خندان و تازه رویی، سرسبز و مشک بویی، هم رنگ یار مایی، یا رنگ از او خرید. درود و سلام بر شما بینندگان عزیز برنامه کیش مهر از شبکه تلویزیون چپار. امیدوارم مثل همیشه تندرست، بهروز و ایام به کام شما عزیزان باشه. باز هم فرصتی شد تا از برنامه کیش مهر مهمان خانه های شما باشیم و لحظاتی را با شما سپری کنیم و برنامه کیش مهر به صورت زنده و مستقیم پخش میشه و شما هم مثل همیشه میتونید همرکاب ما باشید با برنامه کیش مهر، برنامه که از خودتون هست و میتونید تماس بگیرید و با ما در گفتگوهای کیش مهر شرکت کنید. بدون تعارف و بدون تشریفات میریم به سر اصل موضوع امشب و در این برنامه میخواهیم شما نیز با ما هم کلام بشوید و در مورد موضوع برنامه دیدگاه های شما را خواهیم دید. شعری که اول برنامه خوندم از جناب حضرت مولانا هست، مولانای بلخی، که در وصف بهار گفته شده و دقیقا فکر کنم دیگه موسم چنین اشعار زیبایی هست، خصوصا اون هم شعری از جناب حضرت مولانا. و آهسته آهسته به پایان زمستان میرسیم و چیزی تا بهار باقی نمانده و در این بیرون شدن از فصل و آمدن در فصل دیگر، یک چیزی اگر در ذهن ما مهمتر از همه چیز خطور کنه، موضوع تغییر هست و امشب هم در همین مورد میخواییم صحبت کنیم، در مورد تغییر. به نظر شما تا چند اندازه موضوع تغییر در جامعه ما واقعا جا افتاده هست و تا چند اندازه خریدار داره؟ میتونید در این مورد تماس بگیرید و تجربه خود را هم با ما در میان بگذارید. آیا تا حالا خواستید تغییر کنید؟ که طبیعتاً شاید همه پاسخ مثبت به این قضیه بدن. مهم این است که تا چه اندازه واقعا ما در تغییراتی که میخواهیم موفق میشویم و به سرانجام میرسیم و چه فکر میکنید؟ چرا ما اگر خواسته باشیم تغییر کنیم ولی برای ما بسیار دشوار است تغییر کردن و چه موانعی اصلا وجود داره که ما نمیتونیم تغییر کنیم؟ حالا تغییر وقتی که صحبت میکنیم از سبک زندگی هست، از نوع شخصیت ما هست، نوع افکار ما هست، نوع باورهای ما هست، نوع رفتار ما با دیگران هست، در روابط اجتماعی هست و در کل اگر در نظر بگیریم میتونیم بگیم که اگر افراد یک جامعه به تغییر باور داشته باشند و با آن عمل کنند، اون جامعه طبیعتاً با تغییرات روبرو خواهد بود. برای پیشرفت، برای اینکه به وضعیت بهتری برسیم، برای ساختن، برای رو به جلو رفتن، تنها یک کلمه لازم هست و او کلمه هم چیزی نیست جز تغییر. اگر فکر میکنیم وضعیت جامعه آنچنان چه که باید و شاید نباشه، یعنی کمبودی های، نواقصی، نابسامانی های، ناهنجاری های در جامعه وجود داره، در کار من وجود داره، در خانواده من وجود داره، در شخصیت من وجود داره، یعنی اینکه جایی از این قسمت ها میلنگه، طبیعتاً برای بیرون رفتن از این وضعیت باید تغییر کرد و راهی جز این وجود نداره. در این مورد تماس بگیرید، با ما صحبت کنید و در مورد خودتان، تجربه خودتان حتماً برای ما مهم هست. چیزی که نباید فراموش کنیم اینه که تغییر گاهی ناآگاهانه هست، یعنی ما در یک موقعیت قرار میگیریم، میبینیم که وضعیت خیلی تغییر کرده، بعد از اون متوجه میشیم و اصل تغییر، تغییر آگاهانه هست، یعنی اینکه ما میخواهیم، تصمیم میگیریم، برنامه میریزیم، بر طبق برنامه عمل میکنیم و به یک نتیجه مطلوب میرسیم. گاهی اوقات تغییر اجباری هست، یعنی ما هیچ نقش در اون نداریم. مثلا گذر زمان،
ما در گذر زمان هیچ نقشی نداریم، نمیتونیم زمان را تیزتر کنیم و یا او را کند کنیم و جلو او را بگیریم. به طور نمونه چیزی که در دست من نیست تغییر دادن اون و به نحوی به اجبار باید با او هماهنگ بشوم، یک نحوی بتوانم استفاده کنم، موضوع زمان و خصوصا گذشت زمان بر روی عمر من هست. ما دیگه این چیزها رو نمیتوانیم جلوی او رو بگیریم و بنشینیم غم بخوریم، قصه بخوریم، تمام حواس خود رو جمع کنیم. بالاخره هر سالی که از من میگذره عمری بر من افزوده میشه، پیرتر میشوم و بالاخره موی ما سفید شد، بالاخره چشم ما ضعیف شد و قامت ما خم شد. فکر کردن در این مورد هیچ نتیجه نمیتونه داشته باشه در موردی که بالاخره چرا من پیر میشوم و چیکار کنم که پیر نشوم. مثلا این سوال ها بی مورد هست و شاید جواب درست حسابی هم نتونم در این مورد پیدا کنم که نخواهیم کرد. این اجباری هست که بالاخره بر ما در قالب اون قرار داریم و بیرون از اون نمیتونیم وجود داشته باشیم. ولی آنچه که مهم هست این است که گذر زمان درد ما نیست، یعنی نمیتونیم بگیم که چرا زمان میگذره و ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بپسندیم چه نپسندیم، چه بدمون بیایه و چه خوشمون بیایه، زمان میگذره. ولی آنچه که مهم است اینه که کیفیت زمان رو بتونیم کنترل کنیم، نشستن و چرت زدن و افسوس خوردن اینا فایده نداره. و بعضی چیزهای دیگری هم هست که گاهی وقتا ما میشینیم روی اونها خیلی فکر میکنیم و وقت ما به یک نحوه میتونیم بگیم هدر میره. در واقع این هست که چند چیز میتونه باشه. یکی موضوع پدر و مادر و نسل است. من در انتخاب پدر و مادر هیچ نقشی ندارم، ولی پدر و مادر در آمدن من در این دنیا نقش بسیار مهمی دارن و میتونن داشته باشن. و موضوع دیگه موضوع زمان و مکان هست. چرا من در فلان زمان به دنیا آمدم، چرا در این کشور به دنیا آمدم. زیاد میشنویم این حرف رو ما شما روزانه که این کشور جای مناسبی نیست، امنیت نداره، اقتصاد نداره، وضعیت خوبی نیست، روحیه ما با این مردم سازگاری نداره. حالا اگر میتوانیم برویم که اون مسئله جدا هست، در غیر این صورت نشستن و زجه زدن و گله کردن هیچ مشکلی حل نمیکنه که هیچ بر مشکلات ما هم میافزه. چطور؟ یعنی من نشستم مشکلاتی در جامعه میبینم و این جامعه مشکلات بر من تحمیل شده و مرا بر من تأثیر گذاشته. خب به جای اینکه بیایم به نحو یک نحو اینها را کمتر کنم، می نشینم و فقط افسوس میخورم که چرا من در اینجا به دنیا آمدم در چنین کشوری. حالا من نمیخوام خیلی انتزاعی صحبت کنم که میشه همه مشکلات رو نادیده بگیریم، نخیر. مهم این است که بله ما بپذیریم که در این جامعه هستیم با همین وضعیت که هستیم. اگر بنشینیم و غصه بخوریم، نه تنها که کار نمیتونیم بکنیم، شاید بعضی کارا ما انجام دیم که بالاخره بتوانیم خوبی های در زندگی داشته باشیم، ولی نشستن و غم خوردن و شکایت کردن بیشتر ما رو خراب میکنه. یعنی وضعیت خراب هست و ما داریم اون رو به دست خود بیشتر خراب میکنیم. و موضوع دیگر هم که قبلا خدمت شما عرض کردم موضوع پیر شدن هست. نشستن برای اینکه بالاخره چرا پیر میشوم و آهسته آهسته عمر من رو به سپری شدن هست، هیچ کار نکردم، اهداف در زندگی داشتم به اونها نرسیدم. و یک چیزی در مورد زندگی متوجه باشم، زندگی اون چیزی هست که میگذرد و قرار نیست در یک سری از زمانها ما به یک چیزی به نام خوشبختی برسیم، به یک جایی به نام موفقیت اینها برسیم و یا هدفی را تعیین کرده باشن برای ما که ما به اونجا برسیم. نه، زندگی همین هست که میگذرد و قرار هم نیست به چیز عجیب غریبی در این زندگی برسیم. و این لحظه گذار زمان زندگی برای ما خیلی مهمه و باید او را در نظر داشته باشیم. اگر از وضعیت ها شکایت گاهی وقتا داریم، از وضعیت ها می نالیم، موضوع این هست که وضعیت مطلوب نیست. ما سه وضعیت داریم: یکی وضعیت گذشته، یکی وضعیت اکنون و نامطلوب، و یکی وضعیت مطلوب ولی اینکه در دست نیست، موجود نیست. یعنی یک وضعیت گذشته داره ما، یکی وضعیت موجود نامطلوب هست، یعنی وجود داره، هستیم در او، حس میکنیم و میبینیم ولی مطلوب زیاد نیه برای ما. و یکی هم وضعیتی هست که مطلوب هست، یعنی باید آنچنان وضعیتی باشه ولی موجود نیست، یعنی در دست ما نیست فعلا.
و ما میتوانیم این وضعیتی که چندان مطلوب نیست رو تبدیل به او وضعیت مطلوب بکنیم، هر چند کم هر چند اندک. وقتی از تغییر صحبت میکنیم به این معنا نیست که ما تمام آنچه که داریم ره، حالا چی من شخص من و چی جامعه و چی خانواده، تمام آنچه را که داریم همه رو بریزیم بیرون. چون گاهی وقتا چنین به نظر میرسه که میگیم بیاین جامعه را تغییر بدیم، بعضی به این فکر میرسن که بابا جو ما خیلی چیزهایی در این جامعه داریم، اگر قرار باشه اینا را همه رو بریزیم بیرون چی میمونه؟ ارزش‌های ما، اعتقادات ما، باورهای ما. هدف بر سر تغییر وقتی صحبت میکنیم، منظور ما از تغییر مشخصا باید معلوم باشه. وقتی از تغییر صحبت میکنیم، تغییر برای بهبود، تغییر برای بهتر شدن، و هر تغییری که ما رو به بهتر شدن کمک کنه مثبت هست و خوب هست، و هر تغییری که ما رو به بهتر شدن نینجامد یک اشتباه هست، که البته از اشتباه هم گاهی وقتا گریزی نیست و باید از او اشتباه تجربه گرفت. به این معنی نیست که ما یک تغییری می آوریم، اشتباه می کنیم و شکست می خوریم، بنشینیم و بگن هر تغییری که بیای اشتباه، این هم در واقع اشتباه است. پس منظور ما از تغییر، تغییر مثبت هست. مثلا سبک زندگی، نوع زندگی ما، جامعه ما چی نوع زندگی داره، در روابط با پدر و مادر، با همسر، با فرزند، با خانواده. حالا بعضی جوامع مختلف هستن، بعضی خانواده ها مختلفن. به معنی که بعضی خانواده ها هستن که جمع بسیار زیادی هستند و خیلی هم راحتن، یعنی روابط صمیمی در بین افراد جامعه، افراد اون خانواده برقرار است. پدر هست، مادر هست، چندین دو فرزند است، دختر، پسر، خیلی با هم صمیمی هستن، مشکلی هم ندارن. ولی بالاخره مشکلات زندگی در هر جایی هست و وجود داره، ولی اون بی معنا نیست که تمام وضعیت زندگی و خانواده بد باشه. ولی بعضی افراد در یک خانواده پر جمعیت به مشکل برمیخورن. حالا اینطور نیست که چون این خانواده خوب با جمعیت زیاد خوب بودن پس این هم باید خوب باشه و همینطور بمونه. نه خیر، این خانواده با اون جمعیت نمیتوانه سازگاری داشته باشه، پس باید تغییر کنه. یا بعضی خانواده های کوچکن که خیلی خوب هستن، ولی بعضی خانواده های کوچک هستن که خوب نیستن، روابط در بین اونها خوب نیست، بالاخره شکرنجه های همیشه به وجود میایه. و به این معنی نیست که اگر این خانواده کوچک خوب باشه، این خانواده کوچک هم باید خوب باشه، و ما بیام همیشه همدیگر خود با دیگران مقایسه کنیم و بر اساس این مقایسه بیام خود مثل دیگران بسازیم. چون فلانی ها، فلان کس ها، فلان کشور، فلان جغرافیا با چنین وضعیت خوب هست، پس ما هم با چنین وضعیت میتوانیم خوب باشیم. این مطلوب نیست، باید خود ما تجربه کنیم و به دست بیاریم. بذاریم یک مثال ساده بزنم. ما میگیم خانواده فلانی خانواده خوبی هست. اولا اینکه ما در خانواده فلانی نیستیم که بفهمیم خوب است یا نیست. به نظر ما میایه که خوبه، و یا واقعا هم شاید خوب باشه، شاید هم خوب نباشه. حالا ما میگیم خوبی اون خانواده در چی هست؟ اینکه مثلا پدر خانواده شغل داره، مادر خانواده شغل داره، کار دارن، وظیفه دارن، خانه دارن، ماشین دارن و فلان و فلان. حالا به فرض که این که اونها با اون چیزهایی که دارن خوب باشن، که من فکر میکنم این اشتباه هست، یعنی همه چیز داشتنهای ما نیست، به این معنا نیست که من اگر برم جای و شغل آن آقا را بگیرم، خانم من هم جای شغل اون خانم را بگیره، من چنان خانه داشته باشم و من چنان موتری هم داشته باشم، عین اون خوب باشم. چرا تضمین نیست؟ چون روحیات او متفاوت از روحیات من هست، چون خواسته های من متفاوت از خواسته های او است. شاید او در چنین شرایط خوب باشه و شاید من در چنین شرایط خوب نباشم. و یا موضوع رو میتونم برعکس هم بکنم. تماس داریم. سلام و شب شما بخیر. بله، سلام و شب شما بخیر. جوری، بله بفرمایید. برنامه کیش مهر، صدای شما رو میشنم. بله، صدای شما وصل، بر تماس ما قطع شد. مجددا شماره تلفن رو اعلان میکنم خدمت شما دوستان عزیز. شماره تماس برنامه ما 0792-523-523 هست. تماس بگیرید و دیدگاه خود را با ما در میان بذارید. در مورد تغییر داریم صحبت میکنیم، خوب شما هم با ما هم کلام بشید. یک چیزی را فراموش نکنیم، وقتی که میایم در داخل جامعه میبینیم که یک سری افراد واقعا رشد میکنن و
وقتی که میگم رشد، یعنی واقعا از ته باب، یعنی بسیار جالب رشد میکنن، از روی آگاهی رشد میکنن، نه اینکه بعضی وقتا بعضی مردم همینطور هوایی میان بزرگ میشن. ما چون دارم چنین افرادی را هم، بعضی مردم میبینیم با مرور زمان روی خود کار میکنن، فعالیت میکنن، به جاهای بسیار خوبی میرسند. فراموش نکنیم اولا قرار نیست ما خود با اون مقایسه کنیم، میخوایم از یک درسی بگیریم که این موضوع رو بعد از تماس میگیریم. سلام و شب شما بخیر. سلام دوست عزیز، تماس شما به برنامه وصل است، بفرمایید. بله، باز هم مجددا تماس قطع شد. بله، تماس دیگری داریم. سلام و شب شما بخیر. صدای ما را دارید دوست عزیز؟ بله، تماسمون قطع شد. دوستانی که تماس میگیرن موقعیت مناسب برای خود انتخاب کنن و صدای تلویزیون خود را حتما کم کنید. اگر در خانه هستید که سر و صدا زیاد هست، خوبه که موقعیت بهتر انتخاب کنید. شماره تماس برنامه ما 0792-523-523 هست، میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید و اگر موضوعی را هم لازم میبینید در این برنامه گفته بشه حتما تذکر به ما بدهید و اگر انتقادی هم دارید با ما در میان بگذارید، پیشنهادی هم دارید حتما ما از شما خواهیم شنید. و ما در مورد این صحبت میکردیم که بعضی افراد در جامعه رشد میکنن. حالا به جای اینکه بیایم به اونها برچسب بزنیم و اینکه در مورد از اونها قضاوت کنیم، حالا به هر حال رسیدن به یک سری مقام ها و چوکه، اگر بد هم بگیم تغییر نمیکنه و اگر خوب هم بگیم بالا تاثیر چندان نذاره، ولی مهم این است که این موضوع رو باید درک کنیم. افرادی که خوب رشد میکنند قدرت تغییر آگاهانه زیادی دارند، یعنی از یک وضعیت به وضعیت دیگری که رفتند شک نکنیم که تغییر کرد. رشد یک چیز، یک شرط لازم داره و اون هم تغییر کردن. حالا اگر ما بیم هزار تا برچسب بزنیم که این آدم پارتی داره، که این آدم دزد، که این آدم بالاخره فساد پیشگی میکنه، حالا به هر حالی که کرده ما به اون قسمتش کار نداره، ولی خوب هم نیست قضاوت کنیم. و ولی آنچه که مهم هست اینه که او خواسته تغییر کنه، حالا مسائل دیگر میمونه به سر جای خود. ببینین، بگذاریم یک مثال واضح تره بزنم برای اینکه گاهی وقتا که ما از وضعیت خود میلالیم، از وضعیت زندگی خود میلالیم، از وضعیت خود حتی ناراضی هستیم، از شخصیت خود، گاهی وقتا رفتارهای از ما سر میزنه که باعث ناراحتی دیگران میشه، گاهی وقتا کارهایی میکنیم که چرا چنین حرف زدم در فلان جا، چرا نمیشه چنین کار انجام میدم، در مهمانی ها وقتی میرم چرا یک سری افراد رفتار ناشایست از من سر میزنند، در کار، در رابطه با دیگران، همیشه هر میبینیم که اشتباهات داریم، نواقص داریم، کمبودی های داریم، میشینیم گاهی وقتا همیشه خود سرکوب میزنه که من چرا چنین آدمی هستم، چرا همیشه از من سوء استفاده میکنن، چرا من همیشه بالاخره از دیگران سوء استفاده میکنم، چرا حرف میزنم که دیگران از من ناراحت بشن. به جای نشستن و افسوس خوردن و سرکوب زدن، یک چیز خیلی مهم است و او این هست که زندگی با همین هست و میگذره. ما در داخل یک دریای هستیم، در داخل یک اقیانوس بسیار کلانی هستیم و این اقیانوس امواجی داره، باد میوزه، طوفان هست، گاهی وقتا هم آرام هست. ما زندگی ما و شخصیت ما مانند یک کشتی هست که در داخل این اقیانوس هست. ما دو حالت داریم. حالت اول این هست که بالاخره باد میوزد و این کشتی رو به هر طرفی که بخواهد میکشه، به هر طرفی که بخواهد. گاهی وقتا طوفان میآید و این کشتی های بادی اینطوری است که یک باد پرده ای دارد که باد را میگیره و به طرف هر جهتی که خواسته باشه او را میکشونه و ما این پرده هست و ما باد را به هر طرف ما را میکشونه، شاید به صخره ای بزنه، شاید ما را غرق کنه، بالاخره ما همینطور نشستیم و نگاه میکنیم که این باد ما را به کجا میبره. یک راه دیگری هم داره و او این که ما در دریا هستیم، روی کشتی هستیم، باد هست، طوفان هست، هوای ملایم هم هست، اینها را همه را ما میپذیریم، ولی آنچه که مهم است این است که ما نمیتونیم جلوی باد را بگیریم، ما نمیتونیم جلوی طوفان را بگیریم و ما نمیتونیم دریا را خوش کنیم. پس کاری که میکنیم اینه که اینها را به نفع خود چه کنیم؟ کنترل کنیم. تماس داریم. سلام و شب شما بخیر. سلام علیکم. سلام دوست عزیز، شب شما بخیر. اگر لازم هم میبینید معرفی کنید و در مورد تغییر صحبت میکنیم. امشب صحبت شما را میشنویم. شب شما بخیر.
بله بفرمایید، صحبت های شما رو در این زمینه میشنویم. موضوع برنامه تغییر. بله در مورد تغییر صحبت میکردیم با هم. در مورد تغییر دیگه. بله بله شما بله ما در مورد تغییر صحبت میکردیم چون در روزهای آخر زمستان قرار داریم و وارد بهار میشیم، البته نه چندان زمستان سردی هم نداشتیم. طبیعت در حال تغییر هست و فکر میکنید چه درسی میتونه برای ما داشته باشه؟ درس عملی منظور من هست. بله 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 دوست عزیز، اگر موقعیت خود کم تغییر بدین که صدای شما بهتر بیایه، چیزی که به ذهن شما همان میرسه که در سال آینده باید روی از او کار کنین، چه چیزی هست که میتونیم یک نقطه ضعف یک اشتباهی که باید اصلاح بشه و میتونه اصلاح کنین، یعنی اگر قابل گفتن هست در برنامه بگین، میتونیم برای ما بگین که فلان کار میخواییم انجام بدم و این برنامه ما هست که ما هم از شما بتونیم یاد بگیم. بله تمام بگیمونا هم تنسیبا خوب بکنم که کسی که درس میخونن تعلیم بکنن برنامه که دارن بالاخره، اگر بالاخره کار برای از اونانیه دیگه روزگار از اونو برای خوبی که تحصیل کردن نمیشه، لباس هم هدف خود دنبال کنن ادامه بدن برنامه خور ارتاقو بکنم انشالله بشه. جناب دوست عزیز بیننده ما، اسم شما از یادم رفت، وضعیت جامعه را چطور میبینین؟ مثلا آیا وضعیتی که داریم خوبه یا باید بهتر بشه؟ اگر میخواییم چیزی تغییر کنه، به نظر شما چه چیزی جامعه خوبه که باید تغییر کنه، روی اونو بیشتر باید فکر کنه و برنامه داشته باشه؟ فعلا جامعه خود نسبت به دیگه دنیا خوب نه، وضعیت خیلی خوب نیه، باید تغییر کنه. بله و فعلا کم معلوم میشه رو به تغییر خوبه دیگه. بله بازم باید برنامه و ارزش ها خیلی خوب بفهمین، خیلی خوب درک کنین، خیلی خوب رو از اونا کار بکنین که بله بیتر بشین و مثل دیگه جا بشین. ما شما دوست عزیز بنفهم برنامه کیش مهر را شما زیاد میبینیم یا کم میبینیم؟ برنامه کشمه رایمشه و اولیشه رو بود خب سپاس از شما. میخواستم یه رو بپرسم، اگر چون ما بینندگان همیشگی داریم این برنامه ما و میخواستم اگر تجربه شما را در این مورد ببینیم، پس دوست دارم پیشنهاد را شما بشنوم در مورد تغییر برنامه. حالا چه پیشنهاد شما دارید و چه طرحی دارید که ما هم تغییر کنیم؟ از این که ما برنامه میشه که میبینم کنم پیشنهاد ندارم، برنامه خوبی میتونه باشه از اینکه میتونن خود کسایی که به اجتماعی تماس بگیرن، نظرات خور بگن، هر موضوعی که میخواهن بگن و شما هم میپذیرین، فکر میکنم برنامه خیلی خوبه. ممنون شما دوست عزیز، سپاس از شما. شب شما هم بخیر. شب شما هم خوش و ایام به کام شما عزیزان باشه. یک موزیک که یادم رفت بگم و حالا بیادم آمد، این بود که وقت از تغییر صحبت میکنیم، خوبه که ما هم کم کم تغییر کنیم و بالاخره برنامه هم به یک نوع تغییرات لازم داره. دوست دارم شما که بیننده های همیشگی ما هستیم، ما بیننده های زیادی داریم که همیشه به اصطلاح این برنامه را مشخصا تعقیب میکنن و میبینند و همیشه هم برای ما پیشنهاداتی دارن. دوست دارم شما هم بیاین و پشت خط صحبت کنین که بالاخره تغییرات اگر لازم هست از شما بشنویم و حتما تغییرات ما در نظر داریم. البته بیننده دیگری پشت خط هستن. سلام و شب شما بخیر. سلام و ادب دارم خدمت شما آقای. بله دوست عزیز، اگر لازم میبینید معرفی کنید و صحبت شما در مورد تغییر، هم خود شما چه تغییر لازم میبینید در سال نو داشته باشید و هم ما چه تغییر باید داشته باشه. خب اگر خواستم تغییر از یک تعریفی داشته باشیم، کمی آشنایی پیدا کنیم خوب بهتره. بله بفرمایید. چه میتونم بگم که تغییر یا تحول همون دیگرگونی یا فرایندیه که باید همیشه در زندگی انسان ها وجود داشته باشه. بله از همان شما بگیم سازمان ها رو مثلا در بگیم میبینیم که همیشه در حال تغییر هم، اگر اینا تغییر نکنم یا تحولی وجود نداشته باشه در سازمان ها، اینا همیشه دچار شکستگی و شکستگی میشم. بله بسیار هم شما
در خلقت انسان ها اگه ما بیاییم فکر کنیم میبینیم که همه انسان ها همیشه تغییر در زندگی اینا هست، اما که دیگه ایوانات ما میبینیم همیشه اونا به یک روش زندگی میکنم. شما اگه ایوانات مثل گاو ببینیم، گوسفند ببینیم، همه خورایی که همیشه داره همیشه همه تو خورا داره دیگه، همه پوشاکی که داره، همه خوابی که میشه تقریبا یعنی یک زندگی روزمره دارن که همیشه به یک منوال قرار داره و هیچ تغییرم در جامعه، مثلا جامعه گوسفندی یا جامعه در جمع گاوها و دیگر حیوانات نمیبینیم. این گاو و این گوسفند و دیگر چهارپا و دیگر حشرات همونی هستن که ما 100 سال پیش دیدیم و هیچ تغییری در اونها نمیبینیم. دقیقاً. سپاس از شما دوست عزیز. اگر بیننده همیشگی برنامه کیشمر هستین، میخوایم که اگر لازم هست تغییر در برنامه آورده شود، نظر شما چه تغییری باید آورده بشه؟ من تشکر میکنم از برنامه خوب شما. من همیشه بیننده هستم و همیشه تعجب میکنم برنامه. اگر کوشش کنیم وقت عزیز زیاد کنیم، شما وقتی معدود کمه بسیار. بله، تشکر از شما. حتما روی از این کار خواهیم کرد، البته وضعیت ما رو هم در نظر بگیریم. بالاخره نشستن و بیشتر از این صحبت کردن ما هم مونده بشیم. تشکر دارم. خواهش میکنم. ممنون شما و سپاس از اینکه تماس گرفتید. موفق باشین. خداحافظ شما. اشاره دوست عزیز داشتن خوبه در این مورد هم ما صحبتی داشته باشیم. این که تغییر یعنی این که دگرگونی از یک حالت به حالت دیگر. ببینین گاهی وقتا زندگی ما خیلی کسل میشه. من این را زیاد میشنوم از دوستانی که در دوره بر ما هستند و کسانی که با ما در تماس میشن که میگن زندگی خیلی برای ما کسل کننده شده، خیلی خسته کننده شده، زندگی بی یک حالت شده. صبح از خواب برخیزیم، کار کنیم، چاشون بخوریم، شب بریم بخوابیم، صبح پس همین حالت است. دقیقاً زمانی که ما حس میکنیم دچار چنین وضعیتی شدیم، اونجا هست که باید به فکر تغییر باشیم. یعنی تنها راه بیرون رفت از این وضعیت، تنها راه تغییر است. یعنی آن لحظه است که وجود ما برای ما آجیر خطر او صدا میکنه. یعنی همین کسالت، همین یک نواختی، همین تکرار، این خودش یک آلارم است، یک تلنگر هست که به ما زده میشه که متوجه باش این بدن تو با این وضعیت دیگه نمیتونه سازگاری داشته باشه. روح ما، بدن ما، وضعیت ما، شخصیت ما داره وضعیت را پس میزنه که این وضعیت داره خیلی خسته کن میشه، خیلی کسل کننده میشه و کسی دیگر هم قرار نیست بیای وضعیت ما را بسازه. کسی هم قرار نیست وضعیت ما را بسازه و اونجا است که ما خود ما باید به فکر خود باشیم. تماس دیگری داریم، ادامه صحبت را بعد. تماس ما قطع شد. یعنی هر لحظه که فکر میکنیم زندگی در حالت کسالت هست، تکرار شدنه و در حالت یک نواختی هست، متوجه باشین که وضعیت ما خیلی خراب میشه. انسان در حال تغییر باید باشه. انسانی که تغییر نکنه، حتی تغییر کوچک، منظورم این نیست که بیایم یک معجزه به وجود بیاریم و رخ بده، نه خیر، اندک تغییر در نحوه لباس پوشیدن، در نحوه صحبت کردن، در نحوه نشست و برخاست، هر چی که شما تغییر نمیذارید و یا حتی برنامه‌ای در این داشته باشید، میتونیم زندگی خود را تغییر قرار نیست دیگران بیاییم وضعیت خانواده میره، شخصیت میره، زندگی میره تغییر بدن. اون ما هستیم که باید تغییر بدیم. چرا؟ چون مسئله همون کشتی هست که باید خود ما سکان کشتی را به دست خود بگیریم. تماسی داریم. سلام و شب شما بخیر. سلام علیکم برادر عزیز، شب شما بخیر. سلام دوست عزیز، معرفی کنید و صحبت شما را میشنویم. تشکر برادر عزیز. سلام و احترام داشتم خدمت شما. خواهش میکنم. و دستندرکنان محترم و همکاران عزیز شما. سپاس از شما. و سلام بهاری دارم خدمت تمام هموطنهای عزیز مکمی در پشت تلویزیون های خود نشستن و برنامه زیبا و مقبول شما دارن میبینن. ممنون شما. نظامی هم یک چند برنامه بگم و برنامه شما بیننده بودم و تماس گرفتم برنامه شما. ممنون از شما جناب آقای نظامی. بفرمایید، صحبت های شما رو میشنویم. شما سلامت باشین دوست عزیز. به ارتباط جریانه که شما اینشو موضوع برنامه شما موضوع بله. تغییره. بالعموم ما دو نوع تغییر داریم. بله. هم در شخصیت ها و هم در روند کاری شما. یک تغییر مثبت داریم و یک تغییر منفی. بله دقیقاً. تغییر مثبت به هر شکلی که باشه هر کسی، هر انسانی او رو میپذیره. ولی متاسفانه تغییرهای مثبت هیچ کس نمیپذیره. تغییرهای منفی هیچ کس نمیپذیره. بله. ما در قسمت شخصیت سازی، در قسمت انسان سازی، در قسمت خدمت به جامعه
هر روزی که بر ما میگذره باید در روزی که جدید آغاز میکنیم باید یک تغییرات جدیدی به خود وجود بیاریم. و خدای تعالی انسان رو به حیث اشرف مخلوقات یک انسان متغیره که روز به روز از روز باید فهم بگیره، از روز گذشته خود، از کسی های گذشته خود باید فهم بگیره. اون به این شکل آفریده. جناب آقای نظری، بله جناب آقای نظری، چرا گاهی وقتا ما در مقابل تغییر مقاومت میکنیم؟ میفهمیم تغییر خوبه و میفهمیم که باید تغییر کنیم، ولی گاهی وقتا میام استادگی میکنیم، یعنی گارد میگیریم در مقابل از این. شما در چنین موقعیتی دیدین افراد رو یا خود شما؟ به نظر شما چرا چنین هستیم گاهی وقتا؟ ما برادر عزیز به ارتباط تغییراتی که من چطور کلی که خدمت شما و بیننده‌های عزیز شما عرض کردم که تغییراتی که ما در جامعه خود میبینیم، یک تعداد از دوستا هستن که رشد و ترقی یک تعداد دیگه از دوستان نمیتونم قبول کنن. به طور مثال من روستایی وقتی میایم در جامعه شهری همه کارمشون کسانی هستن که این نمیتونم ببینم دقیقا. که چرا این آدم روستایی آمد و استاد پوهنتون شد، چرا این آدم روستایی آمد رئیس یک اداره شد. از طبقه پایین جامعه هست میایه و یک موقعیت بسیار خوبه به خاطر رشدی که داره و خلاقیت ابتکار داره به دست میاره. بله، بله ما یک متاسفانه در گذشته برای ما تجربه نشان داده بله. یک تعداد افراد قدرت یا ثروت بادآورده داشتن. بله دقیقا اون ما نمیتونیم بپذیریم. بله، اما وقتی یک برادر از یک دانشگاه فارغ میشه به مدارج عالی علمی میرسه، حق از اونه که در جامعه یک مقام بسیار بالایی داشته باشه. تغییر آگاهانه داشته، یعنی آگاهانه برنامه داشته و به اینجا رسیده. بله آگاهانه، همه چیز گفتم تغییر مثبت و تغییر منفی. وقتی رشد مثبت داشته باشه ما اون میپذیریم. بله جناب آقای نظری، بله جناب آقای نظری، ما در آستانه سال جدید قرار داریم و میخواییم بالاخره برنامه هم تغییرات داشته باشه. شما لازم میبینید تغییری در برنامه بیایی؟ و اگر لازم میبینید به نظر شما، چون یکی از بیننده های پاگورس این برنامه هستید، دوست دارم بشنویم تغییری که لازم میبینید در سال جدید و برنامه های جدید داشته باشه. برنامه شما چند برنامه من در گذشته دیدم. بله. و علاقمند، بسیار علاقمند به این برنامه شما شدم. خواهش میکنم. و جا داره که از شما و از دوستان که خدمت شما همکاران تشکر کنم. بله. در اصل تلویزیون چکار یک تلویزیونیه که بین فرهنگی ها بله. جامعه ما جا افتاده. بله. و این موفقیت برایش فرد که در تلویزیون چکار کار میکنه من تبریک میگم. ممنون شما. و خود تحول امی گذشتن زمستان و شروع شدن بهار یک تغییره. بله. گفتن گلها در شاخسارهای که زمستان پشت سر گذاشتن. ما شما بله. یک برنامه داریم. خب دوام تغییراتی باید در رو بیاریم. بله. و چیزی که من پیشنهاد میکنم به یک برادر، خدا کنه که وقت برنامه شما و شرایط امکانات برای شما اجازه عزیز بده، وقتی شما در این برنامه یعنی که برنامه زیبا و مقبولی دایر میکنیم، به جای که یک دوستی یک اعلی فرهنگ یک اداره چیز دعوت کنیم که در این برنامه بهت واقعا بهت یک کارشناس نه، متاسفانه یک تعداد دوستای در تلویزیون مراجعه میکنن در تلویزیون بهت کارشناس یا بهت کارشناس ارشد، وقتی میگن که اصلا در اون رشته کو نظر میده، حتی در اون رشته تحصیل هم نکرده. متاسفانه اون دوستایی که ما در شهر علم و فرهنگ ایران و باستان افراد و اشخاص تحصیل کرده ای داریم، شما اگر یک کسی خود داشته باشیم حتما چنانه حتما. و دوست دارم که شما هم معرفی کنید برای ما و با ما کمک کنید در برنامه های دیگری که داریم، حتما اونا رو حتما خواهیم آورد و با خود خواهیم داشت. دوستای بسیار زیبای دوستای بسیار زیاد ما در شهر زیبای هرات باستان داریم. من از این جید دست همه از او بزرگوارا هستم. بله بله. دوستای هست که ما از نظریات از این حسیت دریچی تلویزیون شما بتانیم مستفید داشتیم. حتما چرانه. ما نیاز داریم. حتما حتما. ممنون شما دوست عزیز. پوهنتون. بله بله. دیگه سوال اگر داشته باشیم در خدمت کنم در غیر. ممنون شما و خیلی خوشحال شدیم که با ما صحبت کردید و شب شما هم خوش. زنده و سلامت باشیم. خدا هم داخل نگه داشتیم. سپاس از شما دوست عزیز. ما جناب آقای نظری صحبت های بسیار خوبی داشتن و پیشنهادات خوبی هم داشتن، حتما در نظر خواهیم داشت. و ما در مورد تغییر صحبت میکنیم، یک مسئله در اینجا هست که این هست که ما میدانیم باید تغییر کنیم، ولی گاهی وقتا چرا نمیتوانیم تغییر کنیم.
همه شعار تغییر میدم، همه میگن که باید خوب بشیم، همه میگن باید ترقی کنیم، همه میگن باید پیشرفت کنیم. گاهی وقتا مثلا در حال در جامعه رو میگذارم یک گوشه، در زندگی شخصی خود نگاه میکنیم، گاهی وقتا شروع میکنیم میگن که باید تغییر کنیم، درس بخونم، باید کار خود را تغییرات بدم، خانواده خود را، در خانه خود، وضعیت خانه خود را، شغل خود را، مطالعه، درس و هر چیزی که هر کس در هر کاری هست، شمایی که نانوا هستید، شمایی که مطالبان هستید، شمایی که مؤسل هستید، شمایی که خانم خانه هستید، بالاخره میخواید سال نو باشه، یک سری تغییرات بیارید، چندین بار دست به اقدام میزنیم، شروع میکنیم، تصمیم میگیریم، ولی یک جایی میرسیم دیگه خسته میشه، میبینیم کم جواب میده، سرخورده میشه. شاید این مسئله باشه که همه شما و من و دیگران به این موضوع برخورده باشه. چرا واقعا میخواهیم تغییر کنیم و میدانیم که باید تغییر کنیم ولی نمیتوانیم تغییر کنیم؟ شروع میکنیم ولی به پایان نمیرسیم. حالا مسئله این هست که گاهی وقتا ما میگیم باید تغییر کنیم، حالا زندگی شخصی، سبک جامعه و تمام مسائلی که شما میتونید نام ببرید، ولی ما در مقابل تغییر واقعا میاییم و مقاومت میکنیم، یعنی ایستادگی میکنیم. مثلا کسی مریض هست، او رو میبرم به پیش دکتر، در ذهن ما همین هست که مثلا هر کس که مریض میشه باید بره به پیش دکتر، اینو میپذیریم و قبول داریم و در این شک هم نداریم. خب مثلا اینو میبرم به پیش دکتر، دکتر برای برنامه داره، برنامه اون نسخه ای هست که برای اون داده میشه، نسخه میگیرم، ولی میایم در مقابلش خوردن شربت تلخ مقاومت میکنیم، میدانیم که این خوب است، از پیچکاری میترسیم، از سوزنی که در بدن ما وارد میشه، در مقابل او استادگی میکنه، مقاومت میکنه و با اینکه میفهمیم برای ما مفید هست. در مسئله تغییر هم همچنین هست، بعضی چیزها رو میفهمیم که خوب هست، باید بشه، ولی مقاومت میکنیم و نمیتونیم بره پیش ببریم. حالا چرا چنین کاری صورت میگیره؟ یک مسئله خیلی مهم هست، این هست که ما به سر زبان میگوییم که باید وضعیت خوب باشه، ما اخلاقم کمک مشکل داره، باید اخلاق ما بهتر شه، طرز صحبت کردنم مشکل داریم، با فلانی ها ارتباط ما خوب نیست، باید بهتر باشه، در محل کار چه نوع کار خود را باید تغییر بدم، باید پیشرفت کنم، در همه مروسمی، ولی این موضوع در اعماق وجود ما هضم نشده. مثلا همه جامعه ما میگن که ما میخواییم یک جامعه پیشرفته داشته باشیم، جامعه پیشرفته تنها به داشتن برق و موبایل و عرض به حضور شما فیسبوک و عرض به حضور شما لپتاپ و این تکنولوژی نیست، این ظاهر پیشرفت هست. پیشرفت، پیشرفت فکری هست که ما فرهنگ هر چیز رو داشته باشیم. موبایل آمده، لپتاپ آمده، تکنولوژی بسیار خوب آمده، آیا ما فرهنگ استفاده رو از اون هم داریم یا نه؟ آیا باورهای ما هم توانسته تغییرات بیایه؟ نوع نگاه ما به دنیا تغییر کرده یا نکرده؟ این خیلی مهم هست، یعنی ما از درون، از اعماق وجود خود آماده برای پیشرفت نیستیم و این خیلی زمان میبره، خیلی کار میخواهه، برنامه عملی میخواهه. ببینید ما یک هدف داریم، یک برنامه داریم، گاهی وقتا ما این دو چیز رو با هم اشتباه، حالا در سطح جامعه در نظر بگیریم، ما میخواییم جامعه داشته باشیم که همه با هم برابر باشن، عدالت باشه، عرض به حضور شما سالم باشه، فساد اداری نباشه، امنیت باشه، مردم مشغول کار باشن، این یک هدف کلی هست. آیا برای این موضوع برنامه هم داریم؟ نمیخواهم که امسال مثلا ورزش کنم چون مریض و مرض قند دارم، فشارم بالا هست، چربی دارم، میخواهم واقعا ورزش کنم، این هدف من هست، ولی آیا برنامه دارم برای این موضوع؟ شاید نداشته باشم. همه دوست دارن اهداف برسن، من دوست دارم زندگی خوبی داشته باشم، کار بهتری داشته باشم، زن و فرزند خوبی داشته باشم، در انتخاب همسر، حالا چی دختر باشه یا چی پسر، داشته باشم شوهر خوبه و همسر خوبه، اینها اهداف ما هست و همه هم میگوییم چنین چیزی را ما داریم و این تغییر باید به اونجا برسه، ولی آنچه مهم هست این هست که برنامه برای رسیدن به اون داریم یا نه،
برنامه غیر از این هدف است. شاید هدف خیلی بزرگ باشه، این مشکل نداره، ولی آیا برنامه ما عملی شدن هست یا نه؟ مثلا میخواییم که میگیم که ما میخواییم اقیانوس هند رو بیام خوش کنیم، این هدف بزرگی است. حالا اشکال نداره، هدف هرچی بزرگ باشه مهم نیست، ولی مهم این است که آیا برنامه عملی داریم برای اینکه ما به اونجا برسیم یا نه. ما میخواییم بریم به پشت این بام، این هدف ما هست، یعنی از زمین میخواییم بریم به پشت بام، خیلی هم خوبه. آیا با طرح این موضوع من به پشت بام میروم، به پشت بام میرسم؟ طبیعتا نخیر. چرا؟ چون برنامه برای زینه دارم. برنامه من برای رسیدن به پشت بام چیه؟ دقیقا داشتن زینه هست. این زینه برنامه ای هست که ما رو به اونجا میرسم. من هدف می است که در زندگی به پشت بام برم و برنامه هم دارم. برنامه چیه؟ بله، من پول دارم، میرم از شهر زینه رو میخرم، زینه باید مره با تو اندازه بلند باشه که تو به اون پشت بام مرا برسم. این هدفم، این برنامه ای من هست. یا خودمه میرم برای خود زینه می سازم و این برنامه ای من هست. حالا گاهی وقتا ما خیلی چیزها رو میخواییم، ولی از درون آماده برای پذیرش اون چیز نیستیم. یک جای پای ما میلنگه، گیر میکنه، نمیخواییم از اینها بیشتر بره. دست پای ما هنوز به زمین گرفتار هست. مثل اینکه ما در گل فرو رفته باشیم. این در یک قسمت از زندگی هست. دوست داریم به خشک بریم، علاقه هم داریم به خشک بریم، ولی پای ما گیره و کاری هم برای اون چیزایی که دست پای ما رو گیر کرده هم نداره. مثلا اینکه ما در یک زمینی هستیم، سنگ بزرگی روی این زمین هست و ما باید این سنگ رو برداریم و باید برداشته بشیم و میدانیم که باید این سنگ برداشته بشه از این موقعیت، چون به ما ضرر میرسونه و خوب هم نیست. حالا مسئله این چی هست؟ مسئله این هست که این سنگ اونقدر بزرگ هست که ما نمیتوانیم او را برداریم. اینجا مسئله هست و این بزرگترین تغییر در زندگی ما با برداشتن این سنگ میتونم فراهم بشه، جلو روی ما هست و بد میشه. حالا چیزی که در اینجا مهم هست دو چیز هست، یکی مسئله بدنی هست، یکی موضوع روانی هست. مثلا من میخواهم این سنگ را بردارم و بزرگترین تغییر در زندگی من هست. مثلا من میخواهم، ما میخواهیم جامعه را تغییر بدیم، این که جوانان خلاقی داشته باشیم، جوانان پر تحرکی داشته باشیم، مردمی داشته باشیم که به فکر آینده خود باشن. طبیعتا اگر میخواهیم چنین باشیم، یعنی ما وضعیت فعلی خود را باید تغییر بدیم. اگر من میخواهم این سنگ بزرگ را بردارم، برای من سنگی هست، باید انرژی بیشتری مصرف کنم چون سنگ بزرگتر هست. و من مثلا صبح با قضای معمولی آمدم به سر کار تا سنگ‌های خورده بردارم و زمین رو درست کنم، بسازم، حالا با سنگ بزرگ مواجه شدم، چندین سنگ بزرگ، من نمیتونم به او تغذیه‌ای که قبلا کردم، به او بدنی که قبلا به او کار میکردم، با چنین سنگ روبرو بشم. یعنی بدن من نمیکشه، زورم نمیکشه و انرژی من نمیکشه با این وضعیت. پس برای اینکه از این وضعیت بگذریم نیاز به انرژی بیشتری داریم، نیاز به غذای بیشتری بدن ما داره تا انرژی رو مصرف کنه تا سنگ بزرگی رو برداره. دقیقاً در وضعیت زندگی ما همین مسئله هست. اگر من میخوام کار بیشتری داشته باشم، به خاطر اینکه پول بیشتری به دست بیارم، به خاطر اینکه زندگی بهتری داشته باشم، به خاطر اینکه خانه بهتری داشته باشم و موتر خوبی داشته باشم، طبیعتاً باید از خود بدن خود شروع کنم. صبح وقت بیشتر برمیخیزم، دیرتر به خانه می روم. پس این بدنم نیاز به انرژی بیشتری داره، نیاز به زمان بیشتری داره، نیاز به برنامه بیشتری داره. موضوع دیگر موضوع روانی هست. یعنی وضعیت کنونی مطلوب نیست به این خاطر که ما فکر میکنیم اگر از این وضعیت بیرون بشیم شاید وضعیت بدتر از این باشه. فکر میکنیم دیگه انتخاب نداریم. یعنی مثلا میگیم که این جامعه ما همین رقم است که مثلا اگه جامعه قرار باشه تغییر در جامعه مثل فران جامعه بشه. چرا؟ چون ما انتخاب نکردیم، تجربه نداریم، فکر میکنیم تمام زندگی در همین شغل است، اگر از این شغل بیرون شوم معلومه بیکار شاید باشم،
یا مثلا من دوست دارم مجرد باشم با کسی ازدواج نکنم، چون شاید مثل فلان کس زندگیم خراب بشه، مثل فلان دختر برم مثلا طلاق بگیرم آینده‌م خراب بشه. زندگی ریسکه، از این ریسک رو باید انجام داد. و متاسفانه چون ما را از کودکی در مورد شکست خوردن سرکوب کردند و ما میترسیم که مبادا تغییر بکنیم و در تغییر خود شکست بخوریم و از این شکست خوردن ما میترسیم، از این شکست خوردن میترسیم. در هر تغییر شکستی هست و باید باشه، ولی شکست خوردن به معنای این نیست که تمام چیز ختم شد. ما از شکست خوردن میترسیم و باید بپذیریم که شکست خوردن جزئی از زندگی هست. اگر شکست میخوریم به معنی تمام شدن همه چیز نیست، ولی برای ما گفتن که اگر شما شکست میخورید بد است. اگر ما اشتباهی کردیم به ما سرکوف شدن. داستان کوتاهی بگم که پدر دو بچه داشت، دو فرزند داشت، برای هر کدام سرمایه داد، اینا رفتن دنبال کار، یکی با تجارت با پول زیادتر آمد، یکی دیگر هرچی داشت از بین رفت. او کس او اولادی که هرچی داشت از بین رفت ناامید و سرفکنده بود. آمدن پیش پدر، پدر گفت میفهمین آینده کدام یکی از شما بهتر است؟ آینده اون کسی که شکست خورده. چرا؟ چون فهمیده که این راه اشتباه است و دیگر به اون راه نخواهد رفت، ولی آن کسی که فایده کرده این تجربه را نداره و شاید دوباره تکرار بکنه. پس حرف آخر من در قسمت تغییر این هست که بگذاریم اشتباه کنیم تا دیگه اشتباهات خود رو تکرار نکنیم. اگر شکست میخوریم خود سرکوب نکنیم، بپذیریم که شکست جزئی از زندگی هست و باید تجربه بشه تا دیگر تکرار نشود. این بود داشتای برنامه امشب کیش مهر. تا برنامه کیش مهر دیگر و یک شنبه شب دیگر، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شبتون خوش و ایام به کام شما عزیزان.